به نام خدا و عرض سلام. کار وسیله برای تداوم حیات فرد و خانواده وی در افغانستان شمرده می شود. مشکلات کاری، عدم موجودیت اشتغال سالم و بیکاری از جمله مسائل بنیادی است که سبب بیم و نگرانی های فکری و روانی برای خانواده ها، دولت و جامعه شمرده می شود. اینکه چه مشکلات فراراه کار و کارگر افغانستان وجود دارد، چه رقمی از شهروندان افغانستان بیکارند، کارکردهای نهادهای مسئول حکومتی در این زمینه چیست و چه پیامدهایی را به بیکاری به جامعه برمغان می‌آورد، در برنامه کنونی مباحث خواهیم داشت. اما برای اینکه بیشتر از وضعیت کار و بیکاری و تاثیرات آن در جامعه افغانستان آگاه شویم، گزارش مفصل را از آقای عبدالقادر مرزایی می‌بینیم و مشنویم. بررسی وضعیت اقتصادی و اشتغال در افغانستان. پس از سقوط طالبان در سال 2001، اقتصاد افغانستان در وضعیت بسیار وخیم قرار داشت. به همین دلیل، طی سالهای گذشته کنفرانس‌های متعدد بین المللی را برای کمک به اقتصاد ورشکسته افغانستان برگزار شد و میلیاردها دلار نیز اختصاص یافت. با این حال، اقتصاددانان و مقامات افغان از حیف و ملی شدن اکثر این کمک ها آن هم از سوی مؤسسات خارجی و انجیو ها خبر دادند. بر اساس گزارش سازمان های بین المللی، همچنان از فقر و بیکاری گسترده در افغانستان خبر می دهند که در این زمینه اکثر کارشناسان معتقدند بیکاری و فقر از عوامل اصلی تداوم ناامنی هاست و از سوی باعث گسترش بی‌اعتمادی میان دولت و مردم افغانستان شده است. بیکاری یکی از معضلات اساسی افغانستان طی سالهای گذشته بوده. بر این اساس همواره مقامات دولتی و جامعه جهانی بر ضرورت فراهم کردن زمینه کار برای بهبود وضعیت اقتصادی این کشور تاکید کردند و البته از راه اندازی برنامه‌های در این زمینه نیز خبر دادند. موضوع اشتغال یکی از مسائل اساسی در هر کشور و دولتی است که از نگرانی‌های فکری خانواده‌ها، اجتماع و دولت‌ها به شمار می‌رود. اشتغال رابطه مستقیم با تداوم بنیاد مستحکم خانواده ها، پیشرفت اقتصادی جامعه و کشور دارد و با حل آن بسیاری از مشکلاتی که جامعه دامنگیر آن است حل می شود. بنابراین دولت ها تلاش می کنند تا با حل موضوع اشتغال و تلاش برای اشتغال زایی هم وظیفه مهم خود در این رابطه را به انجام برسانند و هم به امنیت روانی خانواده ها و اجتماع و در نتیجه به امنیت کشور و پیشرفت اقتصادی آن کمک کنند. طبعا دولتی که نتواند این قضیه را حل کند، علاوه بر بیکاری که دامنگیر جامعه است، دچار مشکلات بیشتری خواهد شد. در این مبحث به همین موضوع در افغانستان پرداخته و مسائل مربوط به آن را در حد توان به بررسی می‌گیریم. بیش از 3 میلیون بیکار در افغانستان. بر اساس آمار و ارقام رسمی که سوی دولت افغانستان منتشر شده، در حال حاضر 3 میلیون جوان جویای کار اما بیکار در این کشور وجود دارند. البته این رقم رسمی است که به نظر می رسد. آمار واقعی بیش از این باشد. بیکاری های مخفی نیز در کشور وجود دارد. مثلا در یک بخش اداره ظاهراً 5 نفر کار می کنند، اما برای 2 یا 3 نفر کار مؤثر وجود دارد. بیکاری های فنی و صنعتی نیز به این مورد اضافه می شود. مثلا ساختمان سازی که فصلی است و در زمستان کارگران ساختمانی بیکار هستند. اگر اینها را نیز در نظر بگیریم، ممکن تعداد بیکاران به حدود 5 میلیون نفر برسد. تعداد افراد بیکار در بین قشر تحصیل کرده و متخصص در افغانستان زیاد نیست و کسانی که تحصیل کرده و متخصص هستند جذب مؤسسات و نهادهای غیر دولتی می شوند. اما به طور کلی نمی توان گفت که بیکاری در بین قشر تحصیل یافته در افغانستان به میزان بیکاری تحصیل کرده ها در سایر کشورهای دنیا است. با عقیده آگاهان، بیکاری زیاد در افغانستان در بین جوانان غیر متخصص و تحصیل نایافته است که حتی آموزش‌های تکنیکی و حرفه‌ای را هم فرا نگرفته و تجربه کاری ندارند و به اصطلاح کارگران غیر ماهر هستند که البته در همه اقشار جامعه، هم از شهری و روستایی، زنان و مردان وجود دارد. اما این افراد بیشتر در روستاها و مناطق دوردست به سر می‌برند. بسیاری از مهاجرت‌ها به کشورهای همسایه هم به دلیل بیکاری است و اگر برای آنها فرصت شغلی ایجاد شود، از مهاجرت آنها نیز جلوگیری خواهد شد. وظایف و عملکردهای وزارت کار و امور اجتماعی. در افغانستان مانند بسیاری از کشورها، وزارتخانه‌ای به نام وزارت کار و امور اجتماعی وجود دارد
یکی از این وزارتخانه انتظار می رود در رابطه با اشتغال زایی و به کار گرفتن افراد بیکار تلاش کند. وزارت کار و امور اجتماعی بیشتر کادرهای کادری را برای مؤسسات و نهادهای دولتی شناسایی و آمارگیری می کند. و از طرف دیگر بعضا آموزش های حرفه‌ای و فنی را در سطح ابتدایی برای گروه های مختلف اجتماعی روی دست می گیرد که در مقایسه با جمعیت بیکاران افغانستان کار محدود و ناچیزی است که آن هم با کمک کشورهای چون کوریا، امارات متحده عربی و ژاپن انجام می شود. در بعض مناطق البته از این طریق فعالیت‌های مثمر و مؤثری هم انجام شده، اما به تناسب تعداد بیکاران و نیاز مردم بسیار محدود است. از طرف دیگر این وزارتخانه نمیتواند از نظر اجتماعی برای مردم کار ایجاد کند. بیشتر روی سیاست‌های اشتغال، مزد و درآمد، ساعت کار و چنین مسائل کار می‌کند. اشتغالزایی بیشتر به بخش‌های دیگر مثل بخش‌های خصوصی، بخش‌های زراعت، تجارت و صنعت مربوط می‌شود که در افغانستان این هماهنگی وجود ندارد و همکاری بین نهادها برای ایجاد اشتغال هم وجود ندارد. آمارهایی که از بیکاری ارائه می‌شود دقیق نیست، همچنان سیاست‌هایی که باید برای ایجاد اشتغال باشد در افغانستان مانند کشورهای دیگر وجود ندارد. هیچ گونه نگاه کلان در سیاست کشور برای اشتغال زایی و درآمد مردم وجود ندارد و به طور کلی وزارت کار و امور اجتماعی از نظر اجرایی در حدی نیست که به تنهایی برای مردم ایجاد کار کند. می تواند آمار بگیرد که چه زمینه‌هایی برای کار وجود دارد، چه زمینه‌هایی برای اشتغال زایی وجود دارد، فعالیت‌های کوچکی برای آموزش حرفه و اشتغال زایی داشته باشد. اما عملی کردن این موارد مهم است که به وزارتخانه‌های و بخش‌های دیگر هم مربوط است. وزارتخانه‌های مانند زراعت، انرژی، صنایع و معادن و بخش‌های صنعتی، ساختمانی، تولیدی و امثال آن. جذب متخصص افغان از خارج. دولت افغانستان به خاطر جذب نیروهای متخصص افغان از خارج از طریق سازمان بین المللی مهاجرت IOM دعوت گسترده‌ای به عمل آورده است. به طوری که گفته می شود و بسیاری از متخصصین وارد افغانستان شده اند و بسیاری از کارگران و کسانی که در حال حاضر در دستگاه اجرایی کشور کار می کنند بیشتر از خارج برگشته اند. به ویژه از غرب که با حقوق بالا هم استخدام شدند و دولت هم با احترام و سخاوت با آنها برخورد کرده است. اما به عقیده برخی آگاهان امور با وجود ادعای آنچنانی که این افراد دارند آنقدر هم تخصص ندارند و ناکارآمدی بخشی از دستگاه هم مربوط به همین قضیه است. بسیاری از آنها برای سرمایه اندوزی وارد کشور شدند. به عقیده این آگاهان جوانانی که در خارج بزرگ شدند و آنجا درست تحصیل کردند کارآمدتر از افرادی هستند که در سن بالا مهاجرت کردند، تخصص هم در خارج فرا نگرفتند، به کشور بازگشته و کارهایی را به دست گرفتند و اکنون با عنوان مشاورین و مشاورین ارشد مشغول کار هستند. نگرانی از افزایش لشکر بیکاران. سازمان بین المللی کار ILO در گزارشی در رابطه با وضعیت اقتصادی و بازار کار در افغانستان میگوید که سالانه 400 هزار نفر در این کشور به جمع نیروی کار افزوده میشوند. سازمان بین المللی کار که یکی از ادارات زیر مجموعه سازمان ملل متحد میباشد در این گزارش تخمین زده است که 11.59 میلیون نفر در افغانستان واجد شرایط کار هستند که از این رقم تنها 823 هزار تن آنان بیکار میباشند. با آنکه در افراد بیکار در افغانستان 7.1% گزارش شده است، اما سازمان بین المللی کار میگوید که اکثریت زمینه‌های شغلی در این کشور موقتی و غیر پایدار میباشد. ILO که وضعیت اشتغال را یک چالش بزرگ فراروی دولت افغانستان توصیف کرده، از اشتراک کنندگان کنفرانس بین المللی توکیو که در ماه آینده میلادی در ژاپن برگزار خواهد شد، خواسته است که از روند اشتغال زایی در افغانستان حمایت درازمدت داشته باشند. گزارش سازمان بین المللی کار که حرکت به سوی مشاغل پایدار نام دارد، حاکی است که اکثریت نیروی کار در افغانستان در عرصه‌های زراعتی فعالیت می‌کنند، اما بخش‌های زراعتی و خدماتی که به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی پنداشته می شوند تا کنون برای ایجاد زمینه های شغلی پایدار ضعیف عمل کردند. با این حال سازمان بین المللی کار در گزارش خود می افزاید که دورنمای اقتصادی افغانستان مربوط به مؤثریت روند انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای داخلی، تعهد دراز مدت جامعه جهانی در حمایت از انکشاف اقتصادی افغانستان، استخراج معادن و توجه به رشد سکتور زراعت می شود. در این حال این سازمان احتمال داده است که میزان کمک‌های جامعه جهانی در بخش انکشاف، بخش‌های زراعت و خدمات طی سال‌های آینده کاهش خواهد یافت.
در گزارش ILO آمده است گسترش بیکاری، اشتغال پرمخاطره یا موقتی و فقر در حقیقت شاخصهای وضعیت نامساعد بازار کار در افغانستان می باشد. چنانچه 60% نیروی کار استخدام شده در سکتور زراعت با قابلیت تولید کم و میزان تولید تا حد امرار حیات کار می کنند. اگر مشاغلی که توسط کمک‌های انکشافی جوامع بین المللی ایجاد شده اند موقتی بوده و مسلماً بدون سرازیر شدن کمک‌های مداوم پایدار نمی باشند. با این حال سازمان بین المللی کار تاکید می کند که سالانه به جمع نیروی کار در افغانستان 400,000 نفر اضافه می شوند و افزایش روزافزون نیروی کار به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید نیازمند است. به گفته این سازمان کارگران جوان در افغانستان به صورت عمده شغل‌های موقتی و پرمخاطره دارند و همچنان در این زمینه هیچ گونه تعهد و نظارت از کارگران وجود ندارد. سازمان بین المللی در گزارش خود می افزاید که زنان و کودکان در افغانستان بیشتر آسیب پذیر هستند. با گفته این سازمان با وجودی که سن قانونی کار در افغانستان 15 سال می باشد اما نزدیک به 30% کودکان افغانستان کار می کنند. این سازمان می گوید که کودکان و زنان بیشتر در مناطق روستایی کار می کنند. همچنان سازمان بین المللی کار می گوید که برگشت بیش از 5 میلیون مهاجر افغان از مهاجرت طی 10 سال اخیر و به جا شدن تعدادی از خانواده ها به اثر حوادث طبیعی و ناامنی ظرفیت های جذب کارگران در افغانستان فشار آورده است. به گفته این سازمان اعضای خانواده های برگشت کننده از مهاجرت به صورت اوسط روزانه با کمتر از $1 زندگی خود را به پیش می برند. با این حال سازمان بین المللی کار می افزاید که آمارهای ارائه شده تخمینی است و معلومات موثق در مورد اشتغال و عرضه و تقاضای مهارت‌ها در سطح کشور وجود ندارد. این مسئله مانع ارائه معلومات دقیق از وضعیت اقتصادی و کاری در افغانستان شده است. در همین حال وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید ایجاد زمینه‌های کاری تنها مسئولیت این وزارت نیست و تمام نهادهای ملی در این زمینه نقش دارند. با گفته این وزارت برای ایجاد زمینه‌های کاری یک استراتژی 3 ساله را ساخته است که بر اساس آن زمینه‌های اشتغال بیشتر خواهد شد. همچنان وزارت کار و امور اجتماعی مدعی است طی سال‌های اخیر نزدیک به 100,000 نفر را از طریق مراکز آموزشی حرفه‌ای آموزش داده است که نزدیک به 80-90% فارغان این مراکز پس از فراغت مشغول به کار شده‌اند. با محدود شدن زمینه‌های کاری در کشورهای همسایه، وضعیت اشتغال در افغانستان نیز با بحران مواجه شده است. بحران کاری در کشور باعث شده است که رقم کارگران سر چوب روزانه افزایش یابد. اما با این اوصاف برای اشتغال زایی چی کارهایی باید صورت بگیرد؟ متخصصین امور بر این باورند که باید اول یک ارزیابی دقیق صورت بگیرد که چقدر نیروی کاری متخصص و چقدر غیر متخصص و غیر ماهر در این کشور وجود دارند و نیروی کار غیر ماهر در چه بخشی میتواند موثرتر عمل کند و در کدام بخشا میتوانیم آنها را به کار بگیریم. این موضوع برمیگردد به سیاست‌های کلان دولت و بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، اشتغال در بخش‌های معارف، صحت و خدمات توریسم، صنعت و موارد از این قبیل که مربوط می شود به اقدامات و فرصت‌های ایجاد می شود و ظرفیت‌هایی که افغانستان به طور بالقوه برای انکشاف زراعت و منابع زیرساختی انرژی که اگر ما در این عرصه کار کنیم در صورتی که امنیت هم مساعد باشد هم برای افراد متخصص در رده‌های بالا کار فراهم می شود و هم برای افراد غیر ماهر در رده‌های پایین. نیاز به سیاست‌گذاری دقیق برای ایجاد کار و اشتغال. به صورت کلی می توان گفت که برای کار و اشتغال باید سیاست‌گذاری دقیقی در کشور وجود داشته باشد. این سیاست‌گذاری می تواند از طریق انکشاف زیرساخت‌ها، منابع داخلی و بخش‌های خصوصی در رابطه با خدمات تولید و گذر از بخش‌های مصرفی و بخش‌های تولیدی متصور باشد. بخش‌های مختلف صنعتی، ترانسپورت، زراعت، انرژی و امثال اینها خود به خود کار ایجاد می‌کند. همچنان آغاز یک کار در یک بخش در بخش‌های مختلف دیگر هم کار ایجاد می‌کند و باید روی این گونه موارد سرمایه‌گذاری صورت بگیرد و باید به سوی عملی کردن و اجرایی کردن این سیاست قدم گذاشته شود. دولت هم مکلف است که برای مردم ایجاد کار و درآمد کند، چی برای متخصصین و چی برای افراد عادی، و باید از توانایی های هر کدام برای رشد و انکشاف اقتصادی کشور استفاده شود.